برای خدافظی از آنریت از صمیم قلب آواز میخونیم. 1 2 3 4 این راجب سه، چون اون میگه تروا. بله. شما یه جور بگید که با دهنش دوگید فیلمی که داریم دوبله میکنیم اسمش هست نخستین دیدار، یا نخستین قرار دیدار، یا نخستین میعاد اگه بخوایم بهترش رو بگیم. این فیلم محصول 1941 فرانسه است، یعنی در زمانی که آلمان ها حاکم فرانسه هستند، حکومت ویشی برقرار اونجا. فیلم رو به گونه‌ای درست کردن که به مردم فرانسه بگن همه چیز آرومه و هیچ ناراحتی نداره و زندگی داره روال خودش رو طی میکنه، هیچ حرفی از جنگ و چیزها نیست، در حالی که جنگ داره خیلی پیش میره و آلمان هم یواش یواش این برانور دارن شکست میکنن. علاوه ای حال داستان در مورد یک دختری است که در یک یتیمخانه یا پرورشگاه بزرگ شده از کودکی، حالا به سن 13-14 سالگی رسیده و داره به اقتضای جوانیش کارهایی انجام میده و به اقتضای طبیعتش نغمه های عشق بگیم درش بیدار شده، داره برای خودش آوازهای عاشقانه میخونه و در یک روزنامه آگهی رو میبینه که یک مردی تقاضا کرده که یک خانومی براش نامه بنویسه، دوست نامنگاری میخواد و اون آقا نوشته بوده که من دنبال یک خانومی هستم که نیمه گم شدن باشه و باهاش زندگی کنم. این خانم به این تقاضای روزنامه پاسخ میده و نامنگاریشون ادامه پیدا میکنه تا اینکه قرار ملاقاتی پیش میاد که در یک کافه همدیگر رو ببینن. این فیلم در 1941 در فرانسه اکران شده و چند نفر از ایرانی ها که در آرزوی ایجاد سینما برای ایران بودن تصمیم میگیرن که این فیلم رو که به هر حال داستان جذابی داشته بخرند و این فیلم رو دوبله کنند. در زمانی که البته این تصمیم رو میگیرن از نمایش این فیلم چندین سال گذشته بوده و این فیلم دیگه کهنه شده بوده. یک نسخه کهنه‌ش رو در ترکیه پیدا میکنند و اونجا ترجمهش میکنند و با تنگ دستی و با نبود فارسی زبان، حالا فارسی زبان هم تازه میبود، به دوبله وارد نمیبود. به هر حال با دشواری های بسیار این فیلم رو دوبله میکنند. کسانی که به جای خانم ها صحبت میکنن که همونطوری که خدمتتون عرض کردم یک پرورشگاه دختران است، 20-30 تا دختر هستن، حالا یک خانم ناظم خیلی بدجنس و سختگیر هست، یک خانم مدیر هستش که خب یه خورده دلرحمتره و کسای دیگه، اینها در ترکیه فقط یک خانم رو گیر میارن، یه دختر خانم رو گیر میارن، دختر سفیر که خب صدای خوبی هم داشته، جوانم بوده و حالا شاید مثلا میتونسته با چندین بار تمرین از عهده صحبت کردن به جای نقش اول بر بیاد، ولی خانم های دیگه نداشتن، یک لشکر گوینده خانم نیاز داشته. این رو از دختر خانم های یونانی یا ترک یا آلمانی که در اونجا بودن کمک میگیرن و فارسی رو به صورت حروف لاتین برای اینها می نویسن و اینها با لهجه های کج و کوله صحبت میکنن و به هر حال دوبله این فیلم رو به گونه سرهم میکنن و در تهران نمایش میدن. من اطلاع ندارم که با چه استقبالی روبرو شده، ولی به هر روی یک اتفاق جدیدی بوده برای
دوستداران سینما در ایران که یک فیلم خارجی رو با صدای فارسی ببینند، حالا به قول جدیدی ها تجربه کنند. هیچ کدومشو ندارم، نه پاسپورت نه کارت شناسایی. آخرش کو؟ نه؟ این آخرش. آها، خیلی خوب شد. نگران بودم خانم نازم. نگران بودم خانم نازم بفهمه. معصومیت بیشتر از این میشه؟ بله. تموم شده. بله بله، همین جای جمله است. بگیر. من حتی من منتظر کسی هستم. یه دیگه بگیره. میاد بگی منحتن. آره. من خوب توجه نگیرم. چشم. من منتظر کسی هستم. مرسی. 235. دوست عزیز ما جناب آقای محمد علی مهراب بیگی میبینند که در فضای مجازی موج دوستداری دوبلاژ گسترده میشه. هر روز فیلم جدیدی کشف میشه که دوبله‌ای داره متعلق مثلا به 50 سال پیش، متعلق به 55-56 سال پیش، و این فیلم ها میاد و مردم در فضای مجازی میبینن، آگهیش رو میبینن، میخرن اینها رو و با اشتیاق تمام با تمام خانواده نگاه میکنن. حالا به قول فرنگی ها اگر کلمه اونها رو به کار ببریم، یک کالت یا یعنی یک فرقه دوبله دوستی در سرتاسر ایران گسترده شده و جوانان، خانواده ها دوست دارن دوبله های قدیمی رو ببینن، قهرمانان دوبله قدیم رو ببینن، ایرج دوستدار رو صداشو ببینن تحسین کنن، ایرج ناظریان رو ببینن صداشو تحسین کنن. چقدر از ایرج ناظریان طرفدار من میبینم و کلمات خوب در مورد صداش، در مورد نحوه اجراش، به جای ستاره های مختلف سینما، زشت، زیبا، خشن، به جای همه اونها خوب گفته. منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیلوند، دوست بسیار نازنین من که زود از دست ما رفت، با اینکه در سنین 80 و چند سالگی بود ولی باز جای اون داشت که یک دهه دیگه حداقل ما از هنرش لذت ببریم. خانم ها، خانم ژاله کاظمی دیگه نظیر نخواهد داشت، خانم فهیمه راستگار نظیر نخواهد داشت، خانم مهین کسمایی نظیر نخواهد داشت. این خانم ها که گفتم واقعا خانم هایی بودن که وقتی صحبت می کردن پشت صحبتشون در هر کلامشون فرهنگ موج می زد، فرهنگ هنری، فرهنگ هنردوستی، فرهنگ ادیب بودن. نشون میداد صحبتی که میکردن که چه کسی داره این صحبت رو میکنه، با چه پشتوانه ای از ادب و معلومات و تجربه های هنری. و همینطور دوستان دیگر ما، عزت الله مقبلی چقدر زیبا صحبت میکرد و دوستان دیگه که احیانا یادشون الان به ذهن من خطور نمی کنه. آقای محمد علی مهراب بیگی به این فکر افتادن که با این گستردگی دوبلاژ و گهگاه از خودشون می شنوم که با این بیگناهی و معصومیتی که دوبلاژ گاهی از اوقات داره و مورد ستم واقع میشه، بیان یک روزی رو به عنوان روز دوبلاژ در تاریخ، در تقویم ما بگنجونن، در تاریخ سینمای ما قرار بگذارن. برای اینکه روز دوبلاژ به گونه‌ای انتخاب بشه که
به کسی حالا اهانتی نشه، یا اینکه کسی فکر نکنه حقش خورده شده، یا اینکه ما مثلا روز تولد کسی رو بگیریم و کسی دیگه بگه چرا روز تولد من نگرفتین. بسیار بسیار اندیشه خوبی شده و اولین روز نمایش فیلم دختر فراری که همونطور که خدمتتون عرض کردم، بله این فیلم که ما داریم دوبله میکنیم اسمش نخستین وعده دیدار هست، ولی در ایران به اسم دختر فراری نشون داده شده که البته به فیلم هم میخوره، یه دختر فراریه و ماجراهایی براش پیش میاد. بله روز 25 اردیبهشت، این در روز 25 اردیبهشت سال 1324 در سینمای کریستال تهران واقع در خیابان لاله‌زار 9 نمایش داده شده و روز بسیار خوبی هم هست. ما این روز رو گرامی می‌داریم. ایده روز دوبلاژ و مبنای ادای دین به سینما و هنر دوبله است. این ایده رو یه چیزی بوده یک سال و نیم بود که من داشتم و برای ایجادش با خیلی از بزرگان دوبله، پیشکسوت‌ها، مدیران دوبله و پژوهشگر دوبله صحبت کردم. جناب استاد مطمئن‌زاده، آقای تهامی، آقای مهدقالچی، خیلی خیلی از بزرگان مشورت گرفتیم که برای ایجاد روز دوبله رو چه روزی انتخاب کنیم. با پیشنهاد بزرگان اولین فیلمی که به فارسی دوبله شده بود در تاریخ 25 اردیبهشت 1325 اکران میشه تو سینما کریستال. این روز رو انتخاب کردیم و مبنا گذاشتیم تا این روز رو در واقع یه بزرگداشت و جشنی داشته باشیم که توی اون روز بتونیم تقدیری داشته باشیم از هنر دوبله. ایده دوبله مجدد فیلم دختر فراری که اولین فیلم دوبله شده بود و من داشتم با کمکی دوست خیلی عزیزی توی جناب آقای کاوه هدایتی فر اینو از کانادا تهیه کردیم و آوردیم و داریم مجدداً دوبلش میکنیم که همین الان در حال دوبلش هستیم. انجمن گویندگان در اساسنامه جدید خودش پیشبینی کرده که جشنواره دوبلاژ برقرار بکنه و اگر ما این جشنواره رو بتونیم راه بندازیم، از دوستانمون در افغانستان، از عموزاده هامون در تاجیکستان هم درخواست خواهیم کرد که دوبله های فارسی خودشون رو بفرستند اینجا و از استودیوهای مختلف هم میخواهیم که بهترین هاشون رو برای ما بفرستند و ما زیر نظر یک هیئتی که حالا به هر حال به نحوی تشکیل خواهد شد این فیلم ها رو خواهیم دید و به بهترینش هر سال جایزه میدیم و خب شاید هم چاره بیاندیشیم و با کمک وزارت ارشاد، با مهر وزارت ارشاد بتونیم اینها رو در یک سینمای خاصی به معرض نمایش بگذاریم که دوستانی که واقعا مشتاق دیدن فیلم های دوبله هستن اونها رو بتونن در سینماها هم به نحوی ببینن و تماشا کنن. امیدوارم که کسانی که این برنامه رو میبینن به دوستانشون این خبر رو بدن و از ما گویندگان فیلم پشتیبانی بکنید، پشت ما باشید و بخواید که چنین اتفاقی بیفته و با خواست شما بیشک چنین روزی در تقویم کشورمون ثبت میشه به یاری شما و البته پیشتر به یاری خدا و با مهر وزارت ارشاد و انشالله در چنین روزی هر سال ما فیلم های بسیار خوبی رو با دوبله فارسی خواهیم دید و این روز رو دوستان ما گرامی خواهند داشت.